جمال الوجود بذكر الإله. خداوند درباره آفتاب و ماه چی میگوید؟ به نام عزت پاک، با عرض سلام و ادب و احترام، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، مرحمت به برنامه اسلام و علم معاصر. در این برنامه ما درباره یکی از بزرگترین معجزه های این دنیا که آفتاب و ماه می باشد، آیات های قرآن و دلیل های علمی می آریم. مرحمت برنامه را تا آخر تماشا کنید. معلومات کوتاه درباره آفتاب و زمین را به شما می فهمانم. آفتاب از زمین تقریبا در مسافه 150 میلی آن کیلومتر واقع است و عالمان می گویند از این مسافه‌ای که هست، اگر آفتاب نزدیکتر می شد، در زمین هیچ چیز نمی ماند، همه چیز می سوخت. و اینچنین اگر آفتاب از زمین دورتر می شد، زمین یخ می بست و هیچ حیاتی در زمین نبود. در اینجا سوال می آید، آیا این مسافه‌ای که بین آفتاب و زمین است، این مسافه را چه کسی خواست که این مقدار باشد، نه کم و نه زیاد؟ بله، این را الله خواست تا که در زمین برای ما حیات باشد. و این را بدانید، نوری که از آفتاب به زمین می رسد در مدت 8 دقیقه و 20 ثانیه می باشد. این خیلی سرعتی تیز است. تماشابینان عزیز، اکنون بیایید سخنهای خدا را گوش میکنیم که درباره آفتاب و ماه چی میگوید. الله سبحانه و تعالی میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. يعني اوست كي آفتاب را نوري اصلي و ماه را نوري بازتابي قرار داد. برادران و خواهران عزيزم، ببینید خداوند بعد از کلمه شمس كي آفتاب ميباشد، کلمه دیان را استفاده برد که این نوری اصلی را در نظر دارد، آن چیزی که از آفتاب می براید. و بعد از کلمه قمر که ماه می باشد، خداوند کلمه نوران را آورد، یعنی آن نوری که از نوری اصلی بازتابیده به سوی زمین می رود. این روشنی از خود ماه نیست، این عکس بازگشت همان نوری است که از آفتاب آمده است. پس برادر و خواهر عزیزم، خود یک فکر کنید، آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش این را از کجا می دانست؟ مگر این معجزه نیست که الله سبحانه و تعالی آن را به پیامبر رسانید؟ بله، این معجزه است. این گفته های الله سبحانه و تعالی را علم معاصر تنها در عصر 20 تصدیق کرد. وقتی که انسان به کیهان برآمد، همه این گفته های الله سبحانه و تعالی بر او معین گشت. پس این یکی از معجزه هایی هست که الله سبحانه و تعالی 1400 سال پیش به آخران پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم رسانید. و جای عجیبش این است که نواسته با همه این دلیل ها، بعضی از انسان ها باز هم به پیامبر باوری ندارند و میگویند که او کتاب قرآن را از پیش خود نوشته است. آیا انسان در عصر 7 می توانیست چنین معلومات ها را داشته باشد؟ بله، نمی دانست، مگر که الله سبحانه و تعالی به او گفته باشد. پس قرآن کتابی الله سبحانه و تعالی است و معجزه است که برای پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستانید. با همین برنامه امروزه را به انجام می رسانیم. منتظر برنامه های آینده باشید. در کانال ما آبونه شوید. نیت داریم که خدا خواسته باشد تا ماه شریف رمضان عدد اعضایان خود را تا 15,000 نفر رساند. دستگیری شما پیشروی ماست و دعا را در حق ما فراموش نکنید. و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیش گرفتند.